نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان خوب و تماشایان خردمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه هشتم ماه می سال 2012 میلادی است. مطابق معمول سه‌شنبه شبها در این ساعت و از این کانال به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه میکنید، برنامه‌ای که هر هفته از سه پنجره به دنیای پول، سرمایه و پسنداز نگاه میکنه. از پنجره خبری سعی میکنه که شما را از مهمترین خبرها و اتفاقاتی که در دنیای اقتصاد و مالی رخ میده و بر زندگی روزمره و آینده شما تأثیر میگذاره شما را باخبر کنه. به همین دلیل همیشه زیر اون بخش می‌نویسیم news that you can use. از پنجره آموزشی خودش شما را از راه و رسم و روال هوشمندانه پسنداز و سرمایه گذاری مطلع میکنه و از پنجره تحلیل و تجزیه تلاش میکنه که شما را از جاده های باز و سالم سود از یک طرف و از راهبندان ها و پیچ های خطرناک زیان و ضرر در میانه راه باخبر کنه. و البته از هر سه پنجره تمام مطالبی که مطرح میشه تماما محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب را مثل همیشه با پرسه ای در اخبار شروع میکنیم. بخش دوم برنامه پنجره های کوچک، منظره های بزرگ اختصاص داره به پاسخگویی به سوالاتی که بی جواب موند از هفته پیش، سوالاتی که زیاد مطرح کردید و اسمش رو گذاشتیم ایران، طلا و آینده. و در بخش پایانی برنامه کلام آخر هم با چند تا از پورتفولیوهای ما که دفتر نبض بازارهای مالی عرضه میکنه باهاتون صحبت خواهیم کرد. بنابراین اجازه میخوام بریم سراغ بخش اول برنامه امشب. در بخش اول برنامه امشب هستیم، بخش پرسه‌ای در اخبار. وضعیت بازار را همونطور که ملاحظه می‌کنید دیروز تا حالا شروع کرده به سرازیری رفتن و این سرازیری فکر می‌کنم هنوز مقدار دیگری ادامه داره. البته دقیقاً نمیشه تعیین کرد تا چند روز یا چند هفته دیگه بازار شروع می‌کنه پایین رفتن و پایین رفتنش هم الزاماً به این معنا نیست که هر روز بازار پایین میره. بالا پایین مسلماً در وسط راه خواهیم داشت، ولی نهایتاً حدس من بر این هست که بازار شروع میکنه پایین رفتن و به صورت طبیعی و نرمال اگه بخواد پیش بره فکر میکنم اونقدر پایین بره که شاخص S&P 500، مهمترین شاخص بازار سهام رو که مبدا و مبنای محاسبه بازار قرار میگیره رو تا 1345 پایین ببره. اگر اتفاقات عجیب و غریبی در دنیا نیفته و خبرهای ناگواری پخش نشه که بخواد معادلات رو به هم بزنه فکر میکنیم که به این ترتیب پیش میره و بعد این سرازیری یا کورکشن که تموم شد احیانا ما شروع میکنیم با وضعیت بهتری در بازارهای مالی مواجه میشیم و به احتمال زیاد با حفظ شرایط موجود، چون نمیدونیم پشت پرده چی میگذره و هر آن ممکنه اخباری مطلع به اصطلاح پخش بشه و وقایعی رخ بده که معادلات را به هم بزنه، ولی با معادلات کنونی به احتمال زیاد امسال با آخر سال که برسیم هر سه تا شاخص بازار سهام در جایی بالاتر از جایی قرار میگیرن که سال رو باهاش شروع کردیم.
و قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم که الان اگه نگاه کنید به بازار سهام در آمریکا از سال 2000 به این طرف واقعا بازار داره درجا میزنه. درجا زدن به این مفهوم که نه اینکه همیشه سر جاش واساده، به این مفهوم که بالا میره پایین میاد و بالا و پایین هم اتفاقا خیلی زیاد هست. تلاطم یا ولاتیلیتی توی بازار بسیار بالاست. منتها نهایتا که نگاه میکنیم بعد از همه کش و قوس ها میبینیم که از جای خودش تکون نمیخوره. همون بازاری است که سایدوی مارکت بهش میگن، حالت در کنار رفتن. و توی این تلاطم ها اگر با شیوه های واقعا دقیق و علمی و هوشمندانه دست به پسنداز و سرمایه گذاری نزنید، متاسفانه میتونید ضررهای سنگینی رو متحمل بشید. و به همین دلیل هم است که بارها و بارها تاکید کردیم که در این شرایط، در همه شرایط به طور اهم و در شرایط کنونی به طور اخص، تنها کسانی میتونن موفق بشن که واقعا به شیوه علمی و تحقیقاتی دست به کار بزنن و اهل حداقل 7-8 سال 10 سال صبر و حوصله باشند که بتونن با انتخاب درست و در کنارش با صبر و حوصله به مقاصد خودشون برسن. اگر بخواید دنبال اخبار و سر و صدا و مطالبی که روزانه تو رادیو و تلویزیون این طرف و اون طرف مطرح میشه و بدون حساب و کتاب دست به کاری بزنید، مطمئن باشید که برای خودتون دردسر درست میکنید. و اما کلن مهمترین اخبار هفته گذشته انتخاباتی بود که در یونان و فرانسه صورت گرفت و در هر دو کشور مردم عملاً و رسماً به مخالفت با سیاست‌های اقتصادی موسوم به ریاضت اقتصادی یا austerity measures در واقع دست زدن. برای اینکه بدونیم چی شد که این وضعیت پیش اومد و چه عواقبی ممکنه داشته باشه، یه اشاره مختصری به اوضاع احوال اقتصادی توی اروپا بد نیست که در اینجا بکنیم. بعد از اون بحران که در سال 2008 پیدا شد و ضربات مختلفی که اقتصاد کشورهای متفاوت در سرتاسر دنیا خوردن، دو شیوه را در واقع میشه گفت که پیشه کردند. یکی شیوه بود که کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای حوزه پولی یورو اتخاذ کردند، یکی شیوه بود که آمریکا اتخاذ کرد. به نظر من راه درست و شیوه درست همون بود که آمریکا انتخاب کرد. البته اگر روش آمریکا هم روش بهتری می بود، در شیوهی که به کار بسته بود نتایج بسیار بسیار بهتری به بار می آورد، ولی تا همینجا هم در مقام مقایسه سیاست‌های آمریکا موفق تر از اروپا در اومده. اروپا متاسفانه به یکی از بدترین و میشه گفت ابلهانه ترین سیاست موجود در شرایط کنونی دست زدن، اونم یعنی متوسل شدن به سیاست ریاضت اقتصادی که مفهومش به طور واقعی این هست که به خاطر ضربات و لطماتی که بخش خصوصی خورده و نگرانی از آینده، بخش خصوصی دست به سرمایه گذاری نمیزنه و به نتیجه لازم هست که دولت این وسط بیاد و با پروژه های خودش سعی کنه که اوضاع را تکون بده، به روال خوبی بندازه که بخش خصوصی هم جرأت کنه بیاد وسط. این شیوه بود که آمریکا دنبال کرد. اروپا متاسفانه راه غلطی رفت، همین سیاست هایی که بهش میگن ریاضت اقتصادی رو دنبال کرد که عملا در واقع جلوی دولت رو میگیره که بخواد دست به اقداماتی بزنه که باعث جون گرفتن و رمق پیدا کردن بازار و اقتصاد بشه. و در نتیجه الان ما با شرایطی مواجه هستیم که در کشورهای اروپایی، اینجا بیشتر تکیه من روی کشورهایی هست از اتحادیه اروپا که عضو حوزه پولی یورو هستند، یعنی از پول واحد اروپا استفاده میکنند، بیکاری تو این کشورها تقریبا به 11% رسیده، یعنی بالاترین میزان بیکاری از سال 1997 هست تا به الان، یا در 15 سال گذشته سابقه نداشته که تا این اندازه بیکاری وجود داشته باشه تو این کشورها. و تازه این رقمی که من میگم 11% بیکاری به طور متوسط هست، وگرنه کشورهای مختلفی تکی اگر انتخابشون بکنیم و هم از این خطرناکتره. مثلا در اسپانیا بیکاری رسیده به بالای 24% و در میان جوانان در همین کشورهای اروپایی به طور متوسط 22% بیکاری داریم. به کشورهای معینی اگر سراغ اونها بریم مثل یونان و خود اسپانیا، بیکاری در میان جوانها به 50% رسیده که یه حالت کاملا انفجاری را از نظر اجتماعی برای این کشورها درست کرده. و به خاطر همین رفتارهای کشورهای اروپایی الان به طور رسمی 10 کشور اروپایی هستند که دچار عارضه رکود یا ریسشن اقتصادی هستند.
این کشورها اسلوونیا هست، ایتالیا هست، جمهوری چک هست، چک ریپابلیک، ایرلند هست، یونان هست، دانمارک هست، پرتغال هست، هلند هست، انگلستان هست و اسپانیا. به هر حال در اعتراض به همین سیاست ها فعلا که هنوز انتخاباتی برگزار میشه تو این کشورها، چون به راه و رسمی که داره دنیا داره پیش میره شباهت های خیلی خیلی زیادی داره به اتفاقاتی که قبل از جنگ دوم جهانی افتاد، که رفته رفته مجاری دموکراتیک بسته شد و نهایتا حکومت های فاشیستی تو اروپا سر کار اومدن. ولی فعلا که هنوز به اونجا نرسیدیم، مردم از طریق انتخابات مخالفت خودشون و ضدیت خودشون را با سیاست هایی که همه را به خاک سیاه نشونده تو اروپا، یعنی سیاست ریاضت اقتصادی، بلند شدن. در یونان اون احزابی که طرفدار همین سیاست ریاضت اقتصادی هستند شکست خیلی سختی خوردن، مقدار زیادی از کرسی های پارلمانی را از دست دادن و برعکس احزاب افراطی، مخصوصا احزاب افراطی دست راستی، تونستن درصد آرای خودشون رو به شدت بالا ببرن. در نتیجه وضع طوری شده که الان تشکیل یک دولت تو اونجا به خاطر اینکه هر کدوم از این احزاب آرایی که دارن اونقدری نیست، حتی دو تاشون اونقدر قوی نشدن که با هم بتونن یه دولت ائتلافی درست کنن و به ادامه سیاست‌های خودشون بپردازن، طوری شده که قرار شده در یونان از میان کسانی که در اون انتخاباتی که برگزار شد از نظر تعداد آرا مقام اول و دوم و سوم رو به دست آوردن، در یونان رسم بر این است که با قوانینی که دارن اون کس یا اون حزبی که بیشترین آرا رو به دست آورده 3 روز بهش فرصت میدن که بتونه دولت تشکیل بده. اگر موفق نشد نفر دوم از نظر تعداد آرا هر که بوده یا هر حزبی بوده به اونها 3 روز دیگه فرصت میدن تا دولت تشکیل بدن. اگه اونها موفق نشدن میرن سراغ نفر سوم و حزب سوم از نظر تعداد آرا که اونها به اونام 3 روز فرصت میدن که بتونن این دولت رو درست کنن. اگر بعد از گذشت 9 روز هیچ کدومشون نتونستن این کارو بکنن، اون وقت انتخابات تازه‌ای برگزار خواهد شد. نفر اول که از همین حزب دست راستی توی یونان بود، با اینکه 3 روز فرصت داشت که دولت تشکیل بده، بعد از 1 روز اعلام کرد که قادر به تشکیل دولت نیست و بنابراین رفتن سراغ نفر دوم، ببینن اونها چه کار خواهند کرد. در حالا بستگی داره که چه دولتی توی یونان تشکیل میشه. اگر هر کدوم از اینها بتونن یه دولت ائتلافی به وجود بیارن، اگر موافقان طرح ریاضت اقتصادی بتونن دولت تشکیل بدن که اوضاع بسیار بسیار برای زندگی مردم در اروپا و یونان وخیمتر خواهد شد و به نتیجه باید شاهد تظاهرات و گسترش مخالفت‌های اجتماعی گسترده تر باشیم. اگر احزاب و گروه‌هایی که خلاف سیاست ریاضت اقتصادی هستند موفق به تشکیل دولت بشن، اون وقت ممکن است که بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا پول‌هایی رو که قرار بود به یونان بدن، بهش قرض بدن، از این کار امتناع کنن و به نتیجه راه دیگری برای یونان نمیمونه مگر اینکه به طور خیلی رسمی و علناً دیفالت کنه و یا اینکه اصولاً از یورو رو بذاره کنار، برگرده به پول سابق خود یونان، که گرچه اقتصاد یونان نسبت به کشورهای اروپایی اقتصاد خیلی کوچکی است، خودش به تنهایی در واقع نمیتونه تعیین کننده باشه برای سرنوشت اروپا و یورو، ولی از نظر روانی اگر کنارگیری بکنن از یورو و کنار بذارن، ضربه خیلی بدی حتما به یورو خواهد خورد و میبینید که الان روز به روز قیمت یورو داره تو بازارهای ارز کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل هم بوده که از مدت‌ها پیش ای خاطرتون باشه یادآوری می‌کردیم که علی‌رغم همه مصائب و مشکلاتی که دلار آمریکا داره، ولی فعلا و در شرایط کنونی گفتمون چه که در جریان هست، در واقع آگلی کانتست هست، بیوتی کانتست نیست، کدومشون کمتر بدترن. از وسط شرایط موجود گفتیم بین دلار آمریکا و یورو سعی کنید فعلا حتما اگر خواستید ارزی رو انتخاب کنید بین این دوتا حتما دلار آمریکا رو انتخاب بکنید. تا اونجایی که به فرانسه مربوط میشه، بعد از 17 سال تقریبا مجددا حزب سوسیالیست اولاند سر کار اومد و حالا گرفتاری پیدا کرده به آلمان، یعنی اون سیاست فاشیستی که سارکوزی و مرکل با هم پیش می‌بردن، بهش به اینا میگفتن مرکوزی
اسم این دوتا را زده بودن به هم دیگه، الان دچار اختلال شده، مخصوصا که در دوران انتخابات فرانسه خانم مرکل صدر اعظم آلمان رسما به نفع سارکوزی صحبت میکرد و تشویق میکرد مردم رو که به اون رأی بدن. به همین دلیل یه خورده شکراب هست در واقع بین فرانسه و آلمان با انتخابات جدید، و مخصوصا که مرکل اومد یه سخنرانی کرد و گفت اون قراردادهایی که اتحادیه اروپا و یورو داشته، بهش میگن استبیلیتی پکت، اونا زیر پا نمیذارن و هیچ کس نمیتونه باش مخالفت کنه، که منظورش این هست که فرانسه نمیتونه سیاست ریاضت اقتصادی رو کنار بذاره، اونم رکن اساسی در واقع انتخابات فرانسه بوده که اعلام کرده بودن در صورتی که سر کار بیان سوسیالیست ها گفته بودن این سیاست ریاضت اقتصادی رو کنار میذارن. منتهای مراتب سیاستمدارها موقع انتخابات وعده و وعید زیاد میدن، بعد که اومدن سر کار همه اونها رو میذارن زیر پا و به همون روال گذشته ادامه میدن. به احتمال خیلی خیلی زیاد، گرچه ممکن است در ظاهر و با مقداری رنگامیزی یه تغییرات جزئی در سیاست فرانسه پیدا بشه، ولی احیانا نهایتا فرانسه باز برمیگرده و همون سیاست گذشته را ادامه میده. اگر واقعا بخواد به تعهدات خودش پابند بمونه فرانسه و دنبال سیاست ریاضت اقتصادی را نگیره، دعواها و درگیری‌ها بین فرانسه و آلمان و بقیه کشورهای اروپایی در جبهه فرانسه قرار می‌گیرند که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف هستند. در هر حال نهایتاً و در کوتاه مدت و تا روشن شدن اوضاع، آینده خوبی در انتظار پول واحد اروپا یا یورو نخواهد بود. یه خبر از استرالیا داریم. استرالیا با اینکه وضعش خوبه، چون اقتصاد استرالیا خیلی به تحولاتی که در چین وابسته هست گره خورده، و با اینکه اشکال و گرفتاری نداشتند، ولی به خاطر همین وضعیتی که توی اروپا پیدا شده و در ضمن افت فعالیت‌های اقتصادی مخصوصا در بخش صنعتی توی چین، تصمیم گرفت بانک مرکزی استرالیا که بهره یا اینترست ریت را 0.5% در یه جلسه، اقدام خیلی بزرگی بود که در یه جلسه و ناگهان 0.5% بهره را آوردن پایین و فعلا بهره بانکی در استرالیا به 3.75% رسیده. بعد یه خبر راجع به آمریکا در مورد وضعیت ایمپلویمنت یا اشتغال بود که اون هم متاسفانه خبر خوبی نبود زیاد، و میتونه خطرهای زیادی را برای انتخابات مجدد اوباما ایجاد کنه توی آمریکا. مؤسسه ADP یه تشکیلات و سازمانی است که این چکای حقوق را تو آمریکا بررسی میکنه، پروسس میکنه در واقع. همیشه قبل از اینکه وزارت کار آمار مربوط به اشتغال ماه را بده بیرون، یکی دو سه روز قبلش ADP این گزارش را میده بیرون. این هفته اول ADP گزارش داده بود، این هفته منظورم هفته پیش، که در ماه آوریل 119,000 تا کار ایجاد شده، ولی روز جمعه که اداره آمار وزارت کار آمار را منتشر کرد، متاسفانه از اون هم کمتر بود و اعلام شد که فقط 115,000 نفر تونستن کار پیدا کنند. کار جدید ایجاد شده در ماه آوریل که فوق‌العاده ناچیز هست. آمریکا باید بتونه هر ماه حداقل مینیمم 150,000 تا کار ایجاد بکنه که بتونه فقط جواب نیروی کار تازه‌ای رو بینده که وارد بازار کار میشه. اگر بخوان کسانی رو که بیکار شدن به سر کار مجددن برگردونن، مینیمم باید هر ماه حداقل 600,000 تا کار جدید ایجاد بشه. ولی با این همه وزارت کار آمریکا اعلام کرد که درصد بیکاری که قبلا 8.2% بود پایین تر رفته و به 8.1% رسیده. چطور ممکن است که کار اونطور که باید و شاید ایجاد نشده باشه ولی درصد بیکاری پایین اومده باشه؟ دلیلش این هست که همونطور که بارها تو این برنامه اشاره کردیم، اگر کس یا کسانی بعد از مدت‌ها دنبال کار گشتن موفق نشن کار پیدا کنند و دیگه وا بدن به قول معروف و دنبال کار نگردن، با اینکه بیکار هستند از نظر وزارت کار اینها بیکار محسوب نمیشن. بر اساس همین اطلاعات در ماه گذشته 600,000 نفر دیگه خسته میشن و ول میکنن و دیگه دنبال کار نمیگردن، و به همین دلیل با اینکه بیکار هستن جزو بیکارها محسوب نمیشن و درصد بیکاری به این ترتیب پایین میاد. در واقع با شیوه هایی که در اروپا بیکاری را محاسبه میکنن،
و با همان شیوه هایی که در خود آمریکا تا 30 سال پیش مثلا بیکاری را در آمریکا محاسبه می کرد و الان اقتصاددانان بخش خصوصی که برای سرمایه گذاری های بزرگ مجبور هستند به آمار واقعی متوسل بشند، میزان بیکاری در آمریکا را الان 22.3% ذکر می کنند. اینکه اوضاع احوال آینده چه خواهد شد، اخبار اقتصادی این شکلی که مخصوصا در انتخابات ریاست جمهوری تعیین کننده ترین عنصر برای رأی دادن وضعیت اقتصادی است، شرایط خیلی بدی را به نظر من برای اوباما درست میکنه که انتخاب مجددش را دچار تردید و دچار اشکال میکنه. اگر حالا بستگی داره که اگر ریپابلیکن ها سر کار بیان چه کار خواهند کرد. صحبت ریپابلیکن ها این هست، جمهوری خواه ها که اینها طرفدار سیاست ریاضت اقتصادی هستند و با استیمولس پکیج و فعالیت‌های دولت مخالفت می‌کنند. البته باز هم بگم که اینها سیاست به اصطلاح نحوه است که سیاستمدارا رفتار می‌کنند، حرفایی می‌زنند، بعد که خودشون اومدن سر کار کار دیگری می‌کنند. بنابراین حالا اگر ریپابلیکن‌ها بخوان به وعده‌هایی که میدن پابند بمونن و دنبال سیاست ریاضت اقتصادی بخوان برن، برای مدتی دچار بحران بزرگ دیفلیشن خواهیم شد در آمریکا، بیکاری به شدت بالاتر خواهد رفت، بیزنس ها ضربه های بیشتری خواهند خورد و قیمت خونه ها کاهش بسیار شدیدتری پیدا میکنه. اگر بخوان زیر قولای انتخاباتی خودشون بزنن و برگردن به همین سیاست هایی که اوباما دنبال میکرده که تنها راه تکون دادن اقتصاد تو این شرایط هست، که به همان نتایجی میرسیم که تا بهار رسیدیم، یعنی یه حالت تقریبا فعلا استگفلیشن، رکود تورمی است که هم رکود اقتصادی در بخش‌های از اقتصاد داریم، هم تورم در بخش‌های دیگه. به هر صورت اینها مهمترین اخباری هستند که بهشون توجه زیادی بکنید، ببینید چی میشه در اروپا، چی میگذره در آمریکا، چه خواهد شد، چون همه این تحولات بر زندگی تک تک ما چه در حال حاضر و چه در آینده مسلماً تأثیر خواهد گذاشت. خبر و نکته، البته خبر و نکته های مهم زیادتر، ولی با توجه به حوصله تنگ برنامه مجبور هستیم بسیار بسیار خلاصش بکنیم و بنابراین بخش خبریمون در اینجا تموم میشه. راجع به برنامه های تلویزیونیمون برای دوستانی که احیانا تازه دارن این برنامه ها رو میبینند یادآوری میکنیم که این برنامه ها به طور زنده سه شنبه شب ها ساعت 8 تا 9 شب پخش میشه. در طی هفته در دو روز مختلف و دو ساعت متفاوت همین برنامه تکرار میشه. یکی روزهای چهارشنبه هستن ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر مثل فردا، یکی هم روزهای یکشنبه هستن ساعت 10 تا 11 صبح، و البته تمام این وقت ها هم به وقت غرب آمریکا یا لس آنجلس هست دیگه، در هر شهر و کشور و ایالتی که زندگی میکنید با اون میتونید تطبیق بده. اگر بر حسب اتفاق چه در ساعت پخش زنده برنامه و چه در ساعت تکرارش موفق به دیدار برنامه نشدید، مؤسسه ایرانیان فاینانشال تایمز یا آدرس اینترنتیشون هست iranianft.com، این تشکیلات هم حامی و اسپانسر برنامه هستند و همین که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی را تمام و کمال هم روی سایت خودشون میذارن هم روی فیسبوک خودشون. بنابراین با سر زدن به سایت iranianft.com میتونید این برنامه ها را هم در سایتشون هم در فیسبوکشون تمام و کمال در هر زمان و در هر روز و هر ساعتی که براتون مناسب هست ببینید. بگذاریم از این که خود این سایت سایتیست واقعا دیدنی، پر از مطالب متنوع در همه زمینه های اجتماعی، بهداشتی، پزشکی، حقوقی و و و که فوق العاده سایتیست که کار شما را در دسترسی به مسائل مختلف آسون و ساده میکنه. یکی دو سه بار بهش سر بزنید مشتری دائمیش میشه. گذشت از همه اینها، برنامه های ما روی یوتیوب هم قرار میگیره و اونجا هم جای دیگری است که اگر خواستید میتونید این برنامه ها را ببینید. دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را در همه زمینه ها، از فینانشال پلنینگ، برنامه ریزی مالی به شیوه علمی و تحقیقاتی بگیرید، تا مشاوره و راهنمایی کانسالتیشن و پسنداز و سرمایه گذاری به هر قصد و هدفی که داشته باشید، چه برای رشد سرمایه‌تون باشه، چه بخواید روی پولتون بهره خیلی خوب با تضمین دولتی بگیرید و چه برای دوران بازنشستگیتون باشه یا آینده فرزندانتون باشه، تمامی این خدمات را در همه زمینه‌ها و نه فقط در آمریکا بلکه در سطح بین‌المللی اینترنشنال
دفتر ما عرضه میکنه که در واقع مراجعه به بازارهای بین المللی یکی از تخصصهای ویژه دفتر نبض بازارهای مالی است. بخش ریل استیت هم داریم برای خرید و فروش مستغلات، مسکونی و تجاری و اخذ وام لون در هر دو زمینه و بیمه های مختلف مثل لایف اینشورنس، دیسیبلیتی اینشورنس، بیمه های عمر از کار افتادگی و خیلی چیزهای دیگه. اگر تمایل داشتید که با لیست کامل خدمات دفتر ما آشنا بشید، هم میتونید به دفتر ما تلفن کنید، هم میتونید به سایت ما برید. آدرس سایت رو صفحه تلویزیون ملاحظه میفرمایید، pulseoffinancialmarkets.com. صفحه اصلی که رفتید در سمت چپ در قسمت بالا می نویسه که اطلاعات میده راجع به اینکه برنامه های تلویزیونیمون از کدام کانال و در چه ساعت ها ای پخش داره، چه ساعت هایی باز پخش داره، و بعد از اون 14-15 مورد مختلف هست از کلیه خدماتی که دفتر ما عرضه میکنه. برای اطلاعات بیشتر، چنانچه تمایل داشتید که از این خدمات استفاده بکنید، میتونید روزهای هفته از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با تلفن 310-407-5300، تلفنی که رو صفحه تلویزیون میبینید، 310-407-5300 با ما تماس بگیرید. ایمیلی هم داریم اگر پرسش ها و پیشنهاد هایی راجع به این برنامه دارید، که آدرس ایمیل ما هم هستش info@pulseoffinancialmarkets.com. و مثل همیشه یادآوری میکنیم که اگر سوالی دارید و مایلید به سوالتون جواب بدیم، ما فقط به سوال های جواب خواهیم داد که از ایمیل شخصی افراد ارسال بشه یا از ایمیل هایی که از روی سایت فرستاده بشه متاسفانه جواب نخواهیم داد. نکته و خبر دیگری نیست در این مورد. میریم سراغ بخش دوم به برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش پنجره های کوچک منظره های بزرگ، که برنامه امشب در ادامه هفته پیش اختصاص داره به سوالاتی که دوستان عزیز مطرح کرده اند و به همین دلیل به خاطر سوالاتی که مطرح شده اسمش رو گذاشتیم ایران، طلا و آینده. و اما در مورد ایران سوالاتی مطرح کرده بودید راجع به تحریم ها، قیمت دلار و سرمایه‌گذاری در ایران یا در آمریکا، سوالاتی در این حیطه مطرح شده بود. همونطوری که بارها خدمتتون عرض کردیم، مشکل اساسی ایران و اقتصادش مشکلی است سیاسی. منظورم از این حرف این نیست که اشکالات اقتصادی در ایران نیست، هست، خیلی هم زیاد هست، ولی گرهگاه اصلی در واقع مشکل سیاسی است به خاطر گرفتاری‌هایی که ایران با کشورهای غربی داره در واقع، و بنابراین همه چیز گره میخوره به همین وضعیت سیاسی، که این مسئله و گرفتاری که ایران با بقیه کشورها مخصوصا آمریکا و کشورهای غربی دیگه داره به چه صورتی حل و فصل خواهد شد. تحریم هایی که ایران را کردند اگر 30-40 سال پیش بود، اوضاع بسیار بسیار از اون که الان هست وخیم تر میشد، چون که اون وقتا نفت رو فقط و فقط به دلار میشد فروخت. ولی الان به خاطر بازارهای مختلفی که این طرف و اون طرف باز شده از یه طرف، و از طرف دیگه به خاطر قراردادهای دو جانبه ای که کشورها با هم دیگه میبندند، نفت رو میشه هم به صورت پایا پای فروخت و هم به صورت و هم با ارزهای دیگه. به همین دلیل ضربه تحریم ها روی ایران، البته برای مردم که وضع ما فوق وحشتناک شده واقعا، و مردم در شرایط بسیار بسیار بدی به خاطر همین تحریم های ضد انسانی که بر علیه ایران هست گرفتار شدن، ولی تا اونجا که به خود دولت مربوط میشه، ضربه ها گرچه بسیار سنگین بوده ولی مهلک و کشنده نبودن. در واقع فروش نفت البته کم شده، ولی به همون دلایلی که گفتیم متوقف نشده. ایران البته خودش قبل از اینکه از اون تاریخی که کشورهای اروپایی اعلام کرده بودن نفت از ایران نخواهند خرید،
پیشدستی کرد و به طور یک جانبه تصمیم گرفت که صدور نفت را به چند تا کشور مثل آلمان، اسپانیا، یونان، انگلستان و فرانسه که در واقع 18% صادرات نفت ایران به اینها میره خودش یک جانبه متوقف کرد. بعد برای کشورهای دیگه همونطور که گفتیم نفت رو یا به صورت پایاپایی میفروشه، منظور این که نفت بهشون میده و ازشون جنس میگیره، جنس اجناسی که میخواد میخره، یا اینکه به صورت مخفیانه به اینها نفت میفروشه. تا اونجایی که جنبه فروش مخفیانه داره متاسفانه کسب اطلاعات دقیق تقریبا غیر ممکن هست. دلیلش هم این است که هم کشور صادر کننده که در این مورد ایران باشه نمیخواد قضايا رو بشه که چه کار میکنن، هم کشورهایی که در واقع دارن این تحریم را یواشکی زیر پا میذارن و از ایران نفت میخرن، اونها هم نمیخوان رو کنن که چه کار میکنن و چطوری میخرن. بنابراین اطلاعات دقیق در مورد این که کیا دارن ازش نفت میخرن، به چه قیمتی میخرن و چطوری بهشون میفروشه متاسفانه در دست نیست، و همین دلیلی که گفتیم که خریدار و فروشنده هر دو مخفی میکنن این اطلاعات را. با کشورهایی که به طور رسمی در واقع کار میکنه، یکی هند که هند نفت از ایران میخره، در مقابلش طلا میده و روپیه هند بهش میده، عمدتا طلا میده، و همین طلاهایی که به دست دولت رسید دست دولت را باز کرد در واقع که به طور موقت بتونه قیمت طلا رو تو ایران بیاره پایین. و تازه در همین شرایط هم قبلا به مردم وعده داده بودن کسانی که میخوان سکه رو بخرن میتونن پیش خرید بکنن، 3-4 ماه بعد بهشون تحویل بدن، ولی الان که موقع تحویل دادن سکه ها شده میگن بجاش حاضرین بهتون حساب های بانکی با بهره 24% بدیم، نمیخوان طلاها رو بدن. پایین اومدن قیمت طلا در ایران و در همه جا فعلا موقتی است و طلا هنوز راه بسیار درازی داره تا به اوج اون قله هایی که گفتیم برسه که در سالهای آینده خواهد رسید. در مورد چین بیشتر پایا پایه، یعنی نفت از ایران میخره، اجناس چینی ایران ازشون میگیره، مقداری هم پول چین یوان ازشون میگیره، کره جنوبی هم بیشتر با پول خودش کار میکنه از ایران نفت میخره. و ما فروش های مخفیانه به این دلیل هست که یا اینطوری روشن شد که مثلا چندین هفته پیش بسیاری از این تانکرهای نفتی که توی ایران همینجوری مونده بودن الان میبینن اون تانکرها نیستن و نفتاشون در واقع خالی شده. بعد تعقیب این تانکرهای نفتی، سوپر تانکرهایی که بهشون میگن، کار تقریبا مشکلی هست در واقع که دیگر کشورها بتونن بفهمن ایران به طور مخفیانه داره به کیا نفت میفروشه. علت مشکل بودنش این هست که بر اساس قوانین بین‌الملل (International Law) کشتی هایی که وارد آبهای آزاد میشن باید یک ساتلایت تراکینگ داشته باشن، ساتلایت اونجا دارن که موقعیت هر کشتی رو نشون میده که به کجا داره میره، چه مسیری رو داره انتخاب میکنه و به کجا قراره برسه. داخل همه کشتی های همچین ساتلایت هایی هست، یه بلک باکس هم به قول معروف دارن که اینا کنترل میکنه. منتهای مراتب یک تبصره این کنار هست که دولت از اون استفاده میکنه، اونم این است که اگر به اصطلاح کاپیتان کشتی فکر کنه به دلایل ایمنی سیفتی لازم هست که ساتلایتش رو از کار بندازه، میتونه از دولت مطبوع خودش در این مورد ایران اجازه بگیره که این ساتلایت رو خاموش کنه و بلاک باکس رو در واقع خاموش کنه که نشه مسیرش رو تعقیب کرد. رویتر یه گزارشی تهیه کرده بود که تو این گزارش اشاره کرده بود از 39 تا از این سوپر تانکرایی که ایران استفاده میکنه فقط 7 تاشون بودن که چراغاشون و ساتلایتشون روشن بوده، بقیه خاموش بودن و کسی نفهمیده اینها کجا رفتن و نفت رو به کی تحویل دادن در واقع. چون خیلی از کشورها هستن در عین این که در ظاهر ادعا میکنن که در تحریم نفتی شریک هستن ولی مخفیانه و پشت پرده نفت رو میخرن، مثل ژاپن مثلا که شدیداً به هر حال به نفت احتیاج داره و نمیتونه به خاطر گل روی اوباما یا آمریکا یا هر کسی دیگری نفتشو نخره. بعد تو جنگ داخلی لیبی هم که اتفاق افتاد خیلی از این کشتی هایی که میخواستن نفت به قذافی بفروشن دقیقا از همین روش استفاده میکردن و ساتلایت خودشون رو در واقع خاموش میکردن. بعد ایران قراره همون نشنال ایرانیان تانکر کامپانی که بهش میگن، شرکت ملی کشتی ایرانی تانکرها تو ایران، قرار هست 12 تا سوپر تانکر دیگه بیاد از چین بخره
و بعد در شرایطی که به خاطر همین تحریم ها و زیر فشار آمریکا خیلی از این کشتی ها نفت های ایران را حمله می کنن، اون وقت خود ایران میتونه از این سوپر تانکر را استفاده کنه، نفت رو ببره به هر جا که خواست و با خاموش کردن ساتلایتش در واقع راه را گم کنه که نفهمن اینا دارن چه کار میکنن و کجا خواهند رفت. روی همین اساس وضعیت اقتصادی ایران باید اتفاقاتی که داره میفته و مخصوصا جلسه ای که قرار هست به زودی در بغداد تشکیل بشه که نمایندگان سازمان بین المللی انرژی اتمی قراره با ایران مذاکره کنن، این سیاست ها و این اتفاقات رو باید تعقیب کنید ببینید به کجا میرسه. اگر احیانا به توافقی نرسن و مجددا به اشکال برخورد کنن، بدونید که وضعیت اقتصادی در ایران به شدت خراب خواهد شد، قیمت دلار در مقابل پول ایران وحشتناک بالا خواهد رفت و فعالیت‌های اقتصادی در ایران با رکود خیلی خیلی جدی‌تر از اونچه که تا به الان هست مواجه میشن. منتهای مراتب برای تصمیم گیری که اینکه آدم چه کار بکنه توی ایران، دست به سرمایه گذاری بزنه یا نزنه، این جلسه توی بغداد تعیین کننده نیست. به نظر من برای یه جواب خیلی جدی‌تری باید حداقل تا آخر امسال صبر کنیم. دلیلش هم این است که دنیای سیاست هست، هیچ کس نمیدونه پشت پرده چی میگذره. ممکنه اوباما رئیس جمهور آمریکا فعلا به خاطر این که میخواد تا انتخابات اوضاع با آرامی بگذره بره و اونجا یه حرفایی بزنن که بوی موافقت و توافق ازش بیاد، ولی قصدش این باشه، ممکنه، من نمیدونم، ممکنه قصدش این باشه که سعی کنه انتخابات تموم بشه بعدن بخواد دست به مداخله نظامی یا کارهای دیگری تو ایران بزنه. از اون طرف خود ایران هم ممکنه فعلا به اصطلاح یه همراهی با کشورهای غربی بکنه، مخصوصا در مورد آمریکا، ولی که این پشت پرده دست به اقدامات دیگری بزنه. هیچ بعید نیست که برن با نمایندگان حزب جمهوری خواه و اطرافیان رامنی تماس بگیرن، ببینن از اونها میتونن یه دید بهتری بگیرن یا نه، که کاملا هم محتمل است همچین اتفاقی بیفته. اگه خاطرتون باشه زمانی که کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و قرار بود با ریگان مبارزه انتخاباتی بکنه، این دیگه اخباری بود که بعداً منتشر شد و همه ازش باخبر شدن، پشت پرده از طرف ریگان آقای جورج بوش پدر که قرار بود معاون ایشون باشن تو اون دوران، میان یه جلسه مخفی میذارن توی آلمان و میرن با ایرانی ها که گویا همین کروبی و اینا هم جزء اون جلسه بودن، میشینن صحبت میکنن و این توافق صورت میگیره که ایران گروگان هایی رو که آمریکایی رو که گروگان گرفته بودند آزاد نکنه تا بعد از انتخابات، و هدف این باشه که کارتر توی انتخابات ببازه و ریپابلیکن ها و دار دسته جمهوری خواه ها به ایران وعده داده بودند اگر گروگان ها رو نگه دارن و بذارن کارتر تو انتخابات ببازه، بعدن باهاشون کنار میان و تسهیلاتی در اختیارشون میذارن. همین اتفاق هم افتاد که بعدن دیدیم بهشون اسلحه فروختند و کارهای دیگری که در جریانش هستید. بنابراین هیچ بعید نیست که این بار هم پشت پرده همچین توافقی بین ایران و جمهوری خواه ها به اشکال مختلفی صورت بگیره. حالا اگر نهایتاً گفتم جواب قطعی و نهایی رو فقط جلسه بغداد تعیین نمی‌کنه، باید حداقل مینیمم تا آخر امسال و چه بسا تا یکی دو سه ماه اول سال بعد هم صبر بکنیم تا ببینیم اوضاع به کدوم طرف میره. اگر ایران نتونه به توافقی برسه و صحبت از تحریم‌های شدیدتر و احیاناً مداخله نظامی پیش بیاد، اتفاقاتی که خواهد افتاد یکی این که دلار در مقابل پول ایران بسیار بسیار گرانتر خواهد شد. میتونه به راحتی دلار بشه 3000 تومان، 4000 تومان، 5000 تومان، حدی براش نمیشه تعیین کرد تا چه حد میتونه بره بالا، و از اون طرف هم بقیه فعالیت‌های اقتصادی متوقف بشه. اگر اینها به توافق برسند نهایتاً و واقعاً و به طور جدی تصمیم به برقراری نوعی از رابطه و تفاهم بگیرند با هم دیگه، یکی از اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که دلار آمریکا قیمتش میره پایین و ارزان‌تر خواهد شد. قیمت فعلی، قیمت واقعی دلار تو ایران نیست، بی خودی گرون شده به خاطر همین شرایطی که وجود داره، قیمت دلار میاد پایین. بعد یه سوالی دوستان کرده بودن در مورد سرمایه گذاری در ریل استیت یا ملک و املاک، و سوالشون این بوده که آیا اگر کسی بخواد در ملک و املاک سرمایه گذاری بکنه بهتره این کار رو تو آمریکا بکنه یا توی ایران. جواب این سوال به نظر من برمیگرده به همین مسئله که روابط ایران و آمریکا چه خواهد شد.
اگر روابط خراب بشه نه تنها ریال استیت بلکه سراغ هیچ نوع سرمایه گذاری در ایران نباید دادن بره، چون اوضاع اونقدر وخیم خواهد شد که حد و حسابی در واقع برایش متصور نیست که چه فجایعی به پیش خواهد اومد. اما اگر به تفاهم و توافقی برسند، گذشته از این که دلار ارزون میشه، اون وقت اگر کسی بخواد در ریال استیت و مستغلات سرمایه گذاری بکنه بین ایران و آمریکا، حتما ایران را انتخاب کنید، چون سوداوری و رشدش بسیار بسیار بالاتر از اون خواهد بود که احیانا ممکنه در آمریکا نصیب کسی بشه. و اما میریم سراغ سوالات خیلی خیلی زیادی که راجع به طلا شده و همه دوستان الان نگرانند که بالاخره این اوضاع احوال طلا چی میشه، چرا زیاد بالا نمیره، در جا میزنه، پایین میاد و خیلی چیزهای دیگه. و اما در مورد به اصطلاح بازارهای داغ و پر رونق یا بول مارکت، از همون سال 2001 که ما این مطالب رو شروع کردیم و سرش حرف زدن، همیشه این یادآوری را کردیم که برای رسیدن به هدف باید اول بدونید چرا دارید این کار رو میکنید، چرا دارید در فلزات قیمتی سرمایه گذاری میکنید اولا، و ثانیا اهل صبر و حوصله باشید. گفتیم که بول مارکت ها مثل قطاری هست که فرض میکنیم اگر 400 نفر گنجایش داره، به طور مثال موقعی که به مقصد رسید 15-16 نفر بیشتر سوارش نیستن، یعنی اکثریت افراد وسط راه از دورانی که در جا میزنه بازار یا از دورانی که بازار کرکشن پیدا میکنه و پایین تر میره وحشت میکنن و با ترس و لرز از بازار میرن بیرون در واقع. و بعد جمله معروف آقای ریچارد راسل، اینوستور معروف وال استریت، رو بهتون گفتیم که بول مارکت ها رو تشبیه میکنه به اون گاوهای اسپانیایی، گاوهای وحشی که تو مسابقات گاوبازی ازش استفاده میکنن، که میگه بول مارکت ها مثل اون گاوهایی هستن که سعی میکنه کسی رو که سوار شده با شدت بزنه به زمین و کسی در واقع میتونه برنده بشه که سفت و سخت بتونه بمونه روی گاو و از این حرکات و بالا و پایین هایی که میپره نترسه و دست و پاشو گم نکنه. بعد یکی دوتا مثال براتون میزنم که ببینید در بول مارکت های مختلف چه اتفاقاتی میفته و چرا در هر بول مارکتی اتفاقا از زمانی که شروع میشه تا زمانی که با آخر خودش میرسه، دوران اون دورانی که اینجا یا بهش میگن بورینگ یا دوران کسل کننده و کسالت آور فوق‌العاده درش زیاد هست و همین دوران هست که افراد ناشی و کسانی رو که بدون دلیل دست به این سرمایه گذاری ها میزنن رو میترسونه و از دور خارج میکنه. دو تا بول مارکت رو در نظر بگیرید. یکی بول مارکت ین ژاپن. ین ژاپن از سال 1986 در مقابل دلار آمریکا شروع میکنه بالا رفتن و تا به آخر خودش میرسه، به اصطلاح این دوران تا سال 2003 طول میکشه، یه 400-500 درصد ین بالا میره در مقابل دلار آمریکا، یعنی 17 سال بول مارکت ین ژاپن طول میکشه. این 17 سال روزایی که بازار باز هست، روزای تعطیل که بازار بسته است نه، روزهایی که بازار باز هست رو بهشون میگن تریدینگ دیز، یعنی روزهایی که خرید و فروش صورت میگیره. این 17 سال 4695 روز تریدینگ دیز داشته در واقع ین ژاپن. و جالبیش اینه که بدونید 50%، یعنی نصف رشدی و سودی را که از ین ژاپن به دست میاد فقط در 10 روز اتفاق میفته و این 10 روز تازه 10 روز پشت سر هم نبودن، روزهای پراکنده ای بودن. به عبارت دیگه در یه بول مارکت فوق‌العاده داغ و محشر برای ین ژاپن، شما حداقل 4600 روز کسل کننده و بورینگ داشتید. فقط چندین روز بوده که در مجموع تونسته اون سودهای اساسی رو به بار بیاره. هر بول مارکت اینطوری است که روزهای کسل کننده، هفته‌های کسل کننده و چه بسا سال‌های کسل کننده خیلی خیلی با خودش داره. در مورد آمریکا هم مثلا دهه 1980 رو که بازار به اصطلاح دوران بول مارکتش بود، اون دهه و دهه 90، دهه 1980 در نظر بگیرید، میبینید بیشتر از 50% رشد شاخص S&P 500
در کمتر از نیم درصد روزهایی که بازار باز بوده اتفاق میفته. این است که اگر واقعا همیشه تاکید کردیم در صورتی سراغ این بازارها برید و سرمایه گذاری بکنید که اول بدونید چرا و ثانیاً اهل صبر و حوصله باشید و تا آخرش بمونید، در غیر این صورت به هدف نمی رسید. و تازه در همین دوران بورینگش هم به قول معروف کسل کنندش هم سود خوبی داشته. شما نقره رو نگاه کنید، از اول ژانویه تا آخر آوریل در عرض 4 ماه 13% رشد کرده بوده. 13% سود یه چیزیست که اگه آدم در سال هم به دست بیاره سود خیلی خیلی خوبیست، فقط میبینید در به اصطلاح 4 ماه به دست میاد. ولی منتها خب چون از نوامبر 2001 تا آوریل پارسال 2011 نقره 1138% رشد کرده بوده، همه منتظرن که هر روز این اتفاقات بیفته. هر روز نمیفته، وسط راه بالا پایین زیاد خواهیم داشت، هم در مورد نقره هم در مورد طلا. قیمت ها نه تنها در جا میزنن چه بسا پایین هم برن. یه وقت ممکنه، نمیگم تاکید میکنم اینها احتمالات هست، نمیدونیم واقعا که کی و چه وقت و به چه شکلی اتفاق میفته. احتمال داره حتی یک کارکشن 40-50% مثلا تو بازار طلا ببینیم، یعنی یه دفعه قیمت طلا مثلا برسه به اونس 1200 دلار، 1100 دلار، 1000 دلار. کاملا محتمل هست، پرابیبل هست که همچین اتفاقی بیفته و من هیچ بدم نمیاد این اتفاق بیفته. برای اینکه اون کسان و دوستانی که از قافله عقب موندن میتونن با قیمت‌های خیلی ارزان‌تر و مناسب‌تری وارد این بازار بشن اگر این اتفاق بیفته. یادتون باشه نرید بگید من گفتم که قرارم چنین چیزی بشه، میگم این احتمال هست، این احتمال رو تو محاسبات خودتون حتما جا بدید. و بعد ولی و در ضمن کسانی هم که تازه قبلا هم سرمایه گذاری کردن این فرصت رو پیدا میکنن که قیمت که رفت پایین بتونن با قیمت‌های ارزان‌تری باز وارد این بازار بشن. به هر حال یادتون نره که طلا حداقل به نظر من در چند سال آینده به اونس 3000 دلار میرسه و نقره هم حداقل به اونس 100 دلار خواهد رسید. منتها بازار سهام کازینو نیست، دنبال هیجان توش نگردید و دنبال به اصطلاح سر و صدا توش نباشید. آرام مطمئن بشینید و به این سرمایه گذاری ادامه بدید، اضافه کنید تا به سودهای آنچنانی که به دنبالش میگردید و صحبت کردیم برسیم. نکته های دیگری هم در این خصوص هست که متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده. چند تا نکته فقط راجع به چند تا پورتفولیو اشاراتی میکنم و بعد هفته آینده باز هم بیشتر راجع به بازار طلا، فلزات قیمتی و شیوه های سرمایه گذاری درش باهاتون صحبت خواهیم کرد. این است که فقط یادآوری میکنم مثل همیشه که اگر مایل هستید که به جای هفته یک بار هر روز هفته در جریان این نوع اخبار، این نوع تحولات و تجزیه و تحلیل ها باشید، به اضافه این که ما تجزیه و تحلیل ها و بررسی هایی که در رادیو اینترنتی خودمون میکنیم کاملا اختصاصی است، خیلی از مطالبش رو اصلا اینجا مطرح نمی کنیم، فقط برای شنوندگان رادیو، چون این رادیو جنبه سابسکریپشن داره و اگر کسی بخواد این رادیو رو مشترک بشه به سایت ما میرید، سایت آدرسش رو صفحه دارید، بعد اونجا هم به زبان فارسی نوشتیم اشتراک رادیو، هم به زبان انگلیسی ساین اپ، هر کدوم رو کلیک کنید ثبت نام میکنید، تموم که شد یوزرنیم و پسورد میگیرید و میتونید این برنامه ها رو هر روزه در وقت خودتون و در زمان خودتون گوش کنید. و در ضمن آرشیو کاملی هم داریم از تمام برنامه های چند ساله گذشته رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی، اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی. وقت how many minutes do I have? One more minute. بنابراین دیگه بخش کلام آخر رو در عرض میگیرم. فقط یادآوری میکنم که ما پورتفولیوهای خیلی خیلی مختلفی داریم که در زمینه هایی اولا چند تا کمپانی داریم دیویدند های محشری میدن که 2-3 سال آینده تا بهره پایین هست قاطعانه میشه روشون حساب کرد. وارنت های بانک ها هستن که سودهای حداقل 300% و حداکثر تا 1200% در چند سال آینده میتونه نصیبتون بکنه. پورتفولیوهای اسپکولتیوی هستن که در صورت موفقیتشون قبلا توضیح دادیم چه مشخصاتی داره اسپکولیشن، اون وقتی که سودهای 1000، 2000، 5000، 10000% مثل آب خوردن میشه تو اونها به دست بیاریم. بخش سرمایه‌گذاری در سکه های کلکتبل رو یادتون نره،
آینده بسیار درخشانی دارند این سکه ها و حداقل 600% سود در چند سال آینده به بار میارند. زمینه های دیگری هم هست که متاسفانه وقت تموم شده. هفته آینده بیشتر راجع به بازار فلزات قیمتی و پورتفولیو ها و پسنداز سرمایه‌گذاری باهاتون صحبت میکنیم. برای تماس با ما تلفن 310-407-5300. تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. از دکتر خشایار شجاعتی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.